قسمت تنظیمات حمل و نقل ووکامرس کلاس های حمل و نقل روش های حمل و نقل مناطق حمل و نقل این اصلا یعنی چی؟ چطوری میتونیم قسمت تنظیمات حمل و نقل یا همون ارسال مرسوله بعد از ثبت سفارش کاربر رو بهینه تنظیم کنیم تو این جلسه میخوام در مورد قسمت تنظیمات حمل و نقل ووکامرس صحبت کنم ببینید میخوایم یه بار برای همیشه این قسمت تنظیمات حمل و نقل رو بدونیم چیه دقیقا که بتونیم برای سایتمون یا سایت های مشتریامون از این به بعد درست تنظیمش کنیم یه سری عبارت ها توشه که به نظر میاد سخته ولی چیزایی که لازم بوده توی تنظیمات ووکامرس باشه به خاطر همین هم توسعه دهنده های ووکامرس اینو تو تنظیمات اضافه کردم هر چیزی که تو این ویدیو بهتون توضیح میدم میتونه بهتون کمک کنه که تنظیمات حمل و نقل رو درست انجام بدی ولی یه نکته اگر یه تنظیمی شما خاصی انجام بدی که توی این تنظیمات و این توضیحاتی که توی این ویدیو میدم نبود باید بری پلاگین نصب کنی پلاگین های مثل ادوانس ووکامرس شیپینگ پلاگین های محاسبه هزینه حمل و نقل پست پلاگین پست پیش تاس پلاگین پست سفارشی و کلی پلاگین های دیگه که تو مخزن وردپرس و سایت های مختلف هست تو همین سایت می هم وردپرس خودمون هم سرچ کنید تنظیمات حمل و نقل پیشرفته ووکامرس یا ادوانس ووکامرس شیپینگ یه سری پلاگین ها رو بهتون معرفی کردیم ولی تو حالت استانداردش نیازی به نصب پلاگین اضافه ای برای قسمت حمل و نقل ووکامرس نیست یعنی همون تنظیمات پیشورزی که داریم جواب کارمون رو میده پس ببینیم چطور باید اینو تنظیم کرد قبل از اینکه بریم رو سیستم من بهتون در مورد این روش حمل و نقل توضیحی بدم که چطوری تنظیماتش انجام میشه میخوام چند تا عبارت تو این بخش رو بهتون اکسپلین کنم توضیح بدم که داستان چیه بریم اول این تنظیمات رو این عبارت ها رو بهتون بگم مثلا داستانشون چیه کلاس حمل و نقل روش حمل و نقل مناطق حمل و نقل اینا رو بهتون یه توضیح بدم بعد بریم سراغ اینکه چطوری این تنظیمات رو سیستم انجام بدیم چون میدونم یکم درکش ممکنه سخت باشه توی دو تا پارت بهتون توضیحش میدم خب ببینید فرض کنیم ما دو تا محصول داریم مثلا یه دونه موبایل اینجا داریم یه دونه هم یخچال دو مدل محصول مختلف که یکی از اینا باید با روش مثلا پست تیپاکس و سفارشی و پستی که کالاهای سبک باش ارسال میشن ارسال بشه یه دونهش مثلا یخچاله که حالا یخچال اونم سایز دراشی اندازه نیست این با روش پستای باربری و روش های حالا سنگین پستی ارسال میشه خب پس دو مدل روش مختلف باید داشته باشه ما محصولاتی داریم که روش های ارسالشون متفاوته اگه محصولتون دانلودی محصولتون دوره آموزشی مثل سایت میهم هم وردپرس که اصلا نیاز به قسمت تنظیمات حمل و نقل نداریم ما تو تنظیمات محصولات ووکامرس حالا میبینیم که اگه محصولمون مجازی باشه اصلا روش حمل و نقلش فعال نیست کلا ولی این برای محصولات فیزیکی دیگه اگه فروشگاهی داریم که محصولتش فیزیکیه حالا دو مدل محصول مختلف ما داریم اینجا و هم کلی منطقه داریم که باید این جنس ها رو براشون ارسال کنیم فرض کنید شما ارسال به تمام ایران دارید یا ارسال به تمام استان خودتون دارین یا اگه حالا اسکیل کارتون کوچیک‌تر میشه مثلا ارسال به کل شهرتون دارید میتونید مناطق مختلف شهرتون رو مدیریت کنید که البته اگه فقط توی یه شهر ارسال دارید من پیشنهادم اینه که ارسالتون رو کلا رایگان کنید حالا این بستگی داره به مدل بیزنسیتون ولی فرض کنید من اگه مثلا این کل ایران باشه ما تهران رو داریم مثلا شیراز رو داریم مثلا زاهدان رو هم داریم خب پس سه تا ما در واقع منطقه مختلف داریم توی ایران مثلا تهران شیراز و مثلا زاهدان ما به این سه تا شهر میخوایم ارسال انجام بدیم و ارسال هر کدوم از این شهر متفاوته فروشگاه خودمون توی تهران هستش در نتیجه میتونیم به خود تهران ارسال رایگان داشته باشیم اگه بخوایم ارسالی برای شیراز داشته باشیم طبیعتا این ارسال برای شیراز هزینهش کمتره چرا چون نزدیکتره مثلا هزار کیلومتر تهران فاصله داره ولی اگه بخوایم برای زاهدان بفرستیم مثلا چون فاصله اون میشه 1700 کیلومتر خب هزینهش بیشتر میشه پس باید برای شهرها و مناطق مختلف هم بیایم قیمت گذاری کنیم و یه موضوع دیگه هر کدوم از این محصولا خودشون ممکن روش های حمل و نقل متفاوتی داشته باشن مثلا من میتونم این موبایل رو با پست مثلا پیشتاز بفرستم به تهران با پست تیپاکس میتونم بفرستم تهران خب حالا تو تهران که رایگان با هر روشی فرقی نمیکنه مثلا توی شیراز میتونم با پست تیپاکس بفرستم با پست پیشتاز بفرستم با مثلا باربری هم بفرستم که سریعتر برسه خب وقتی من روش های مختلف حمل و نقل دارم پس میتونم مدل های مختلفی رو از این حمل و نقل و هزینه های مختلفی از کار برم بگیرم پس هر کدوم از این مناطق باید روش های حمل و نقل متفاوتی هم داشته باشه پس به طور کلی من اگه بخوام یه توضیحی بدم این میشه که کلاس حمل و نقل کلاس حمل و نقل میشه در واقع دستبندی حمل و نقل کالا نه ارز روش روشهای ارسال کالاها کلاس حمل و نقل میشه دستبندی مثلا این کالا کالای سبکه این کالا کالای سنگینه تفاوتش اینه مناطق که خب مشخصه مناطق ارسال کالا هستن و موضوع بعدی که داریم روش حمل و نقل روش حمل و نقل در هر حمل و نقل هر منطقه هستن این فرق میکنه روش حمل و نقل فرق داره با کلاس حمل و نقل کلاس میشه دست بندی حمل و نقل کالا روش حمل و نقل میشه مدل که ما میتونیم تو هر منطقه این کالا رو ارسال کنیم پس تفاوتشون توی اینه حالا مناطقی که خیلی واضحه میدونین یعنی چی ولی کلاس حمل و نقل میشه بندی کالا این کالا کالای سنگینه این کالا کالای سبکه ممکنه هر دوشونو بشه مثلا با باربری ارسال کرد من هم یخچال و هم موبایل رو میتونم با اتوبوس ارسال کنم ولی بابت ارسالی یخچال با اتوبوس با باربری و هر روشی خب ممکنه از من مثلا دو میلیون تومن بگیرن بابت ارسالی موبایل ممکنه 500 هزار تومن بگیرن تفاوت داریم توی کلاس های حمل و نقل حالا اینجا رو متوجه شدیم بریم سراغ تنظیمات و ووکامرس الان دقیق تر میتونیم متوجه بشیم که هر کدوم از این روش ها و این کلاس ها و این مناطق رو چطوری میتونیم تنظیم بکنیم اولین چیزی که داریم اینه که ما توی قسمت محصولات ووکامرس وقتی داریم یه محصولی رو ویرایش میکنیم یا داریم یه محصول جدید میسازیم اگر مدل محصول ما روی مجازی باشه ما ببینید کلا اینجا تب حمل و نقل رو دیگه نداریم و اصلا تفاوت محصول مجازی و فیزیکی اینه که ارسال قابلیت ارسال توی محصول مجازی رو ما نداریم همین حالا اگه محصولمون فیزیکی باشه اینجا علاوه بر که وزن و ابعاد و این مسائل مشخص میکنیم ما یه چیزی داریم به اسم کلاس حمل و نقلی این کالا کلاس حمل و نقل کجا مشخص میشه توی پیکربندی ووکامرس اول توی پیکربندی ووکامرس ما اینو بررسی میکنیم بعد میایم سراغ مدل مختلف پس من یه بار دیگه اینجا در واقع لوکال هاست Slash میهم دویل پی Slash مدیریت هم اینجا باز میکنم یا بتونیم با هم تنظیماتش رو انجام بدیم چون اون مرورگر یکم شلوغ بلوغ بود ممکن بود خب اینجا ما توی ووکامرس پیکربندی ووکامرس توی پیکربندی ووکامرس قسمت حمل و نقل رو داریم اولین کاری که انجام میدیم چیه؟ این که میاییم کلاس های حمل و نقلی مشخص میکنیم میریم قسمت کلاس ها کلاس حمل و نقلی مشخص میکنیم افزودن کلاس حمل و نقل چند مدل ما کلاس حمل و نقلی اینجا میتونیم داشته باشیم مدل اول مثلا کالاهای سنگینه حالا اسمش هم هرچی دوست داریم بزنیم چیزی نیست که اصلا توی سایتتون نمایش داده باشه توضیحات کالاهایی که بالای مثلا ده کیلوگرم وزن دارن این هم برای خودتون اصلا مهم نیست کالاهایی که بالای 10 کیلوگرم وزن دارن ایجاد یک کلاس ساختیم کالاهای سنگین یک کلاس دیگه میسازیم کالاهای سبک اینم سبک و کالاهای با وزن زیر مثلا 10 کیلوگرم اینم بازی یه توضیحاتیه هر چیزی که دوست داریم میتونید توش بنویسید الان ما دو مدل کلاس حمل و نقلی داریم حالا میریم تو محصولمون و محصولمون رو ویرایش میکنیم یه مثلا اپل واچ تیتانیومی من اینجا دارم این محصوله رو ادیت میکنم تو قسمت حمل و نقل من کلاس حمل و نقل رو میذارم کالای سبک چون یه کالای سبکه طبق حالا اون دستبندی دلخواهی که خودم انجام دادم میتونم ده تا کلاس حمل و نقلی داشته باشم بستگی داره به اینکه خودتون چجوری میتونید این ساختار رو بچینید باز میام اینجا مثلا مکبوک ایر 13 و 16 این چه من یه محصولیه که سبک نیست و سنگینه حالا فرض کنیم این مثلا مکبوک نباشه یخچال باشه پس کلاس حمل و نقلیش رو میذارم روی کالای سنگین خب به روز سانی میکنم حالا کاری که انجام میدیم چیه؟ میریم تو ووکامرس دوباره قسمت پیکر بعدی میام تو قسمت حمل و نقل ووکامرس و همون قسمت پیکربندی حمل و نقل الان باید مناطق حمل و نقل مشخص کنیم بعد برای هر منطقه بگیم خب این کلاس حمل و نقلی با این روش اینقدر قیمت داره الان با هم انجامش میدیم افزودن منطقه حمل و نقل رو میزنم افزودن منطقه حمل و نقل رو که زدم باید اسم یه منطقه رو مشخص کنم مثلا شیراز نواحی منطقه رو اینجا میتونم مشخص کنم کشور میشه ایران حالا زیر مجموعه ایران بعد استانم رو انتخاب کنم دیگه ایران مثلا فارس فارس ایران خب باز میتونم منطق دیگه مشخص کنم پس میشه چی استان فارس اگر میخواید فقط برای شهر شیراز ارسال داشته باشی باید محدودیت برای کد پستی خاص بذاری و مثلا کد پستی هفتاد و یک هفتصد و هفتاد هفت ستاره این مثلا کد پستی شیراز حالا بگردیم ببینیم کدای پستی شیراز دیگه چیه اگه اشتباه نکنم هفتاد و یک و ستاره حالا هر چی پشتش هست اونایی که با هفتاد و یک شروع میشن برای شیرازن اینو در بیارین دقیقا فرمولش توی گوگل قطعا هست میتونیم پیدا کنیم و اگر کد پستی کاربر این به این شکل باشه با هفتاد یک شروع بشه میشه این منطقه حمل و نخلی. حالا من اینجا مثلا میذارم تهران که تهران رو بیایم رایگان کنیم طبق اون توضیحی که به بهتون دادم و فرض کنید کد پستی تهران با چی شروع میشه کد پستی تهران با چی شروع میشه تو گوگل سرچ میکنیم گوگل بهمون میگه دیگه میگه کد پستی تهران پیدا کنیم مناطق کامل 22 گانه تهران رو کد پستی محله ها یک دو 3 چهار پنج شش خب درسته کد پستیش چیه آها ببینید کدای پستی اینجا مشخصه بعد اینا رو در بیاریم و ببینیم که کود پستی تهران دقیقا بعد اینا رو تایپ کنیم اگه میخوایم آره مثلا برای شیراز من میدونم با 71 شروع میشه در نتیجه با 71 ستاره میزنم دیگه تمام کد پستی شیراز شاملش میشه افزودن روش حمل و نقل رو میزنم از چت جی پی هم میتونید اینو بپرسین اگه به چت جی پی دسترسی نداریم میتونید تو هوشینا ثبت نام کنین با قسمت سرویس چت آنلاین هوشینا از هوش مصنوعی هوشینا بپرسید اینجا روش های حمل و نقل داریم ما میتونیم بگیم مثلا برای تهران حمل و نقل رایگانه دیگه حمل و نقل ثابت نداریم حمل و نقل رایگان میگه میخوای مثلا کد تخفیفی کاربر وارد کنه یا کد تخفیفی وارد کنه که ارسال رایگان داشته باشه یا مثلا حداقل مبلغ سفارشش این باشه میخوای اینجوری باشه میگیم نه کلا برای تهران میخوام رایگانش کنی حمل و نقلت تمام ذخیره تغییرات تمام برمیگردیم تو مناطق حمل و نقل ما الان تهران رو وارد کردیم به عنوان حمل و نقل رایگان میتونیم بگیم به بقیه دنیا یعنی به هر جای دیگه غیر از تهران میخوام پولیش کنی یا نه میخوام مثلا برای شیراز قیمت اینقدر باشه برای مثلا زاهدان اینقدر باشه میتونی باز حمل و نقل منطقه حمل و نقل جدید اضافه کنی برای هر کدوم از این مناطق قیمت مختلف بذاری من اضافه کردن منطقه رو میزنم مثلا میذارم چی زاهدان خب برای زاهدان میشه سیستان و بلوچستان ایران و کد پستیش هم فرض کن مثلا نمیدونم با 21 شروع میشه اینو باید تو گوگل سرچ کن 21 مثلا شروع میشه اوکی با 21 شروع شد در نتیجه من اینجا افزودن روش حمل و نقل رو میزنم برای زاهدان برای زاهدان من دیگه رایگان ندارم نرخ ثابت دارم اوکی ادامه میگه نرخ ثابت اسمش چی باشه مثلا ارسال با تیپاکس مشمول مالیات بشه تصمیم میگیرید خودتون که مشمول بشه یا نشه مبلغش چقدر باشه مبلغ ارسال با تیپاکس مثلا فرض کنید ده هزار تومن باشه حالا اگه کالا سنگین بود چی میشه؟ مثلا میشه یک میلیون تومن اگه کالا سبک بود چی میشه؟ مثلا 500 هزار تومن اگه هیچ کلاس حمل و نقلی برای محصول وجود نداشت مثلا یه میانگین میگیریم سی هزار تومن چطوری محاسبه بشه چطوری محاسبه بشه یعنی چی یعنی اگه محصولی اگه مثلا چند تا محصول همزمان تو سبد خرید کاربر بود کدوم مبلغ رو حساب کنیم بیایم جدا جدا هم، همه اون کلاس های حمل و نقل محصول متفاوت رو بگیریم مثلا فرض کن کاربر یه موبایل خریده دیگه یخچال از زاهدان هم داره ثبت سفارش میکنه میخواد ارسال کنی براش به زاهدان حالا مدل حمل و نقلش جداگونه محاسبه بشه یا نه گرون ترینه رو در نظر بگیره بیاد یه 200 هزار تومان برای موبایله بگیره مثلا ببخشید یه 500 هزار تومان یه, یه میلیون تومان برای یخچاله بگیره یا یعنی اینکه نه بیاد فقط یه میلیون تومان رو بگیره بگه اوکی دیگه موبایل هم با همون یخچاله ارسال می‌کنیم این تصمیم باز با شماست اگه میخواین گرون ترینه رو بگیره فقط اینو بذارید اگه می‌خواید جداگونه هم 500 هزار تومان رو بگیره هم یه میلیون رو بگیره و جنسا رو براش جداگونه با دو تا روش رو جدا ارسال کنی محاسبه رو نوع محاسبه رو بزنید روی روش اول خب من اینو انتخاب کردم یه روش دیگه هم بذارید اضافه کنیم مثلا نرخ ثابت ارسال با باربری مثلا خب مشمول مالیات بشه یا نه من گفتم نه آه این مبلغه رو که تو قبلی وارد کردم این بیسشه یعنی میتونین صفر واردش کنین و بیاین اینجا برای کلاس های حمل و نقل مختلف هم قیمت رو متفاوت بذارید مثلا ارسال با باربری و من برای کالای سنگین گذاشتم دو میلیون برای کالای سبک مثلا میذارم مثلا سی سد هزار تومان اگه کلاس وجود نداشتی وجود نداشتم مثلا هفت هزار هزار تومن بگیر محصولی که کلاس حمل و نقل نداره هفت تا تومن بگیر روش شما هم که بهتون توضیح دادم داستانش چیه میتونیم برای همین یه ارسال رایگان هم بذاریم در صورتی که حداقل مبلغ سفارشمون مثلا بود ده میلیون تومن و ایجاد یا ذخیره خب حالا بریم محصولاتمون رو ببینیم ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاد روش محاسبه ی روش حمل و نقل رو میخوایم با هم بررسی کنیم من اول اپل واچ اولترا به علاوه این مکبوک ای رو باز میکنم افزودم به سبد خرید رو میزنم جفتش رو به سبد خریدم اضافه میکنم البته توی سبد خریدم بود از قبل خب سبد خرید رو باز میکنم الان ببینید چه اتفاقی افتاد میگه هیچ روش حمل و نقلی در دسترس نیست چرا در دسترس نیست چون من فقط برای تهران و زاهدان رو مشخص کردم بعد برم توی مناطق حمل و نقل و یه افسودن روش در واقع برای بقیه دنیا یه روش حمل و رو نقل بزنم فیرایش بزنم و برای همه بقیه دنیا یعنی شهرهای دیگه چون ما تو جلسای قبلی تو قسمت تنظیمات همگانی بررسی کردیم که فقط به ایران میخوایم ارسال داشته باشیم نرخ ثابت ادامه دوستان میگن ما چجوری مثلا بیایم هزینه پستمون رو بر حسب اداره پست یا تیپاکس بررسی کنیم چطور بریم از مثلا سایت تیپاکس ببین به نظرم اشتباهه که سایتتون رو وابسته کنیم به سرویس های خارجی بهترین کاری که شما میتونی انجام بدی اینه یه مبلغ ثابت مشخص کنی برای حمل و نقل هر شهر حالا دیگه اون محصول 100 گرم بود 200 گرم بود هزینه ثابت باشه متغیرش نکنی که بشینه هزینه رو محاسبه کنه از اداره پست بخوای API بگیری که مثلا فلان نظرم اشتباه ارسال با پست سفارشی مثلا داریم ما مبلغش مثلا هست برای کالای سنگین مثلا اینقدر برای کالای سبک اینقدر این شد برای بقیه دنیا دیگه یعنی منظور از بقیه دنیا که خب تو ایران طبیعتا میشه شهرهای دیگه ایران رفرش میکنم چون ارسال به شیراز داریم و این کد پستی رو داریم شد ارسال با پست سفارشی درست حالا من تغییر آدرس رو میزنم اینجا میگم من استانم سیستان بلوچستان شهر من زاهدان کد پستی من مثلا با 21 شروع میشه به روز ببینید چی کار کرد الان ارسال با تیپاکس اومد ارسال با باربری اومد و رایگان چرا رایگان؟ چون مبلغ سفارشم بالای ده میلیون تومن بود اگه بیام مثلا ازش کم کنم یه دونه از این مک رو کم کنم ازش رایگانه حذف میشه حالا ارسال با تیپاکس داریم و باربری چطوری داره محاسبه میکنه توی مناطق حمل و نقل منطقه حمل و نقل من کجا بود زاهدان بود پس اینو باید برم بررسی کنم ببینم داره درست حساب میکنه یا یعنی. نه منطقه حمل و نقل من زاهدان بود و من اینجا ارسال با تیپاکس هم شده یک میلیون و پونسد ده هزار تومن اگه اینو ویرایش بزنم یه ده هزار تومن ثابت داریم یه یه میلیون داره برای یه مکبوک ازم میگیره یه پونسد هزار تومن هم برای هزینه هزنی داره باز ارسال با باربریم چی؟ مبلغ پایش که صفر بود هیچی محاسبه نمی کنه. یه دو میلیون برای مکبوک ازم میگیره یه سی هزار تومن برای اپل واچ میگیره اگه بیام اینو بذارم روی گرونترین کلاس چه اتفاقی میافته رفرش میکنم ببین دیگه ارساله با باربریم شد چی شد سی هزار تومنه این اشتباهی به جای گرون ترین کلاس داره ارزون ترین شما حساب اینا مد نظرتون داشته باشید یعنی الان به جای دو میلیون داره 300 هزار تومنه رو میگیره از کار بره. حالا در هر صورت ما این کارها رو که انجام دادیم چرا انگلیسیش این کار رو که انجام دادیم دیگه منطق حمل و نقلمون رو تنظیم کردیم خیلی ویدیو طولانی شد خیلی طول کشید ولی میخواستم دقیق متوجهش بشین که کلاس حمل و نقل چیه منطقه حمل و نقل چیه و روش حمل و نقل چیه ممکنه متوجهش هنوزم نشده باشین چون واقعا یکم پیچیده است این قسمت طبیعی حمل و نقل کالا چیز پیچیده ایه و باید هم این میبود به نظرم ویدیو رو از اولش ببینید یا اون قسمتی که توضیح دادم رو مجدد ببینید تا دقیق متوجه این قضیه که ارسال و حمل و نقل توی ووکامرس چطور کار میکنه بشین یه نکته هم مد نظر داشته باشین نکته اینه که شما حتما حتما باید توجه کنید که اگر قابلیت دیگه ای می میخوایی که توی این تنظیمات نیست مثلا برای نمیدونم فلان کالا اگر کد تخفیف فلان استفاده شد و مثلا نقش کاربرم فلان بود یا یوزر نیمش فلان بود حمل و نقل رایگان بشه توی این حالت باید از پلاگین های Advanced WooCommerce Shipping استفاده کنید و هیچ راه حل دیگری نیست خب این بود تنظیمات حمل و نقل ووکامرس یعنی با این تنظیمات شما الان میتونی کلا قسمت حمل و نقل سایتت رو مدیریت کنی سفارشهایی که کاربر قرار ثبت کنن از روش درستش برای کاربر ارسال میشه هر محصول طبق کلاس حمل و نقل خودش روش حمل و نقل مناسب میتونه برای کاربر ارسال بشه